عزیزانم حالتون چطوره؟ چقدر خوبه که دوباره با همدیگه هستیم به خاطر لطف و رحمت خداست که باز با هم دیگه هستیم شکر بر خدا هاللویا او ما رو یک جا جمع کرده پای تلویزیونتون نشستین و دست های روحانیمون رو به همدیگه دادیم با محبت دستامون رو گرفتیم دست به دست من دادین برای شما دعا میکنم من و گروهمون همچنین دستیار من امید با همدیگه دعا میکنیم با چند نفر دیگه از دوستانمون با دوستان ایماندارمون همه با هم دست به دست هم دادیم در فیسبوک برای من مینویسید در عین حال برای من ایمیل میفرستید خیلی از شما واقعا تشکر میکنم ایمیل من اینه info یا هست میفرستید برای این آدرس میل. خیلی ممنون از اینکه قلبتون برای من باز میکنید خیلیاتون اعتراف میکنید خیلی هاتون تمام مشکلات زندگیتون رو با تمام جزئیاتش برای من می نویسین. باور کنین این به خاطر این اعتمادیه که بین ما هست به خاطر محبتیه که بین ماست باس افتخار منه این اینقدر چیز بزرگیه اینقدر محبت قشنگی که بین ما وجود داره از شما تشکر میکنم خدا محبت عزیزان خدا محبته خش و نفرت از شیطان میاد همیشه به شما اینو در میون میذارم دوباره از قلب به قلب با هم میخوایم صحبت کنیم امروز دوباره نیکوی خداوند رو با هم در میون میذاریم کلام اون رو با هم در میون میذاریم و این به من خیلی شادی میده باور کنید فقط روزای برنامه نیست روز. هر روز اگر بشه میخوام که هر روز هر روز با شما باشم ایزان هر روز دوست دارم که با شما باشم چون که الان دیگه وقتی به این دوربینا نگاه میکنم اسم های شما رو میبینم نشا رو میبینم خدیجه رو میبینم گلومسر محمد و احمد و محمود رو میبینم میدونم هموطنان عزیزم و همچنین ترک زبان هایی که در ایران هستن کسانی که از سوریه تماس میگیرن از کویت تماس میگیرین از شما تشکر میکنم کسانی که از سر سر اوروبا تماس میگیرین در همین حال میخوام اینو بگم که به طور خاص یه بیننده از اون که از فرانسه هستن حتی خودش نتونسته به من دسترسی پیدا کنه دخترش با من تماس گرفته و یه یادداشتی گذاشته اما اون شماره که گذاشته یه شمارش کمه لطفا شماره تلفناتون رو همراه با کد اونجا درست برای من بذارین من این پیام ها رو دریافت میکنم و سعی میکنم که با شما تماس بگیرم قول میدم مثل همیشه که میگم همه چیز رو با شک گذاری شروع کنیم برای همه چیز با تشکر از خدا شروع کنیم موضوع امروز ما اینه طرف دیگر سکه طرف دیگه سکه خیلی وقتها چیزها اونطور که میبینیم نیست در زندگیتون چی میگذره میدونید وقتی به کوچو و خیابون میریم همه چیز رو با حواس پنجگانه میبینیم نه اما هر چیزی در دنیا و بعد از این زندگی که خواهیم داشت با حواس پنجگانمون شناسایی نمیشه ابعاد دیگری هم وجود داره خدا میخواد اون افق رو توسط رول قدس باز کنه اون درک رو میخواد که به ما بده دوستان عزیزم من برای این دعا میکنم چون که نمیتونید که دین کسی رو عوض کنید و در این برنامه مثل همیشه که میگم به دین اصلا ارتباطی نداره به محبت خدا ارتباط داره به هیچ دین و مذهب و مسلکی ارتباطی نداره به دوستی با خدا مربوط میشه عزیزان من الان از بین بینندگان برنامه چتین رو صدا میزنم و از کمک های شما کمال تشکر رو دارم یک پدر عالی یک پدر بزرگ خوب چتین جان براتون دعا میکنم که کاملا شاید برای این برنامه برای دوستی با عیسی مسیح مرتب برنامه رو تماشا میکنی برنامه رو تماشا میکنیم صداها رو تنظیم میکنیم همه کارا رو انجام میدی چتین جان حتی باید به شما داداش بگم شاید حتی نزدیک به سن پدرم باشین اما در قلبم هست که شما در درونتون میخواین که با خدا در آشتی باشین دوستان عزیزم امروز مثل همیشه از جاهای مختلف از شغلهای مختلف میایین کارمند دولت شاید باشین کارگر باشین کشاورز باشین مادر باشین خانمای خاندار باشین کارگرایی که کار میکنن ایزان روی سخنم با شانس حتی کسی که صاحب کار هستن میدونین که مادر بودن هم یه مسئولیت بزرگ ایزان مادر بودن مادر بودن اگر امروز دعا میکنین برای مادر شدن خیلیا درخواست دعایتون اینه خدا رحم شما رو باز کنه به نام ایسا فرزندی رو که انتظارش دارید به شما بده به شما بده فرزندی رو که میخواین در آغوش بگیرین خدا عطا کنه به شما چه زیباست کلام خدا از کلام او حرف زدن شو کردن با همدیگه دیگه پرستیدن چه زیباست ما برای پرستیدن او خلق شدیم امروز چند دقیقه دیگه یه مهمون مخصوص خواهیم داشت یه دوستی که خیلی دوستش دارم دوستی که از مس خدا و پر از روح ایشونه و شهادت زندگیشون با ما در میون میذاره اما تا اون لحظه میخوام با شما اون در مورد اون روی سکه صحبت کنم یه مسئله هست که میگن مرغ همسایه قازه نه هیچ چیز اونجوری که میبینیم نیست هر چیزی رو که میبینین ارزیابی نکنین من اینو دائم به شما میگم چون که ممکنه الان نشستین و فرشتگان کنارتونن و شما اونها رو نمیبینید چون که خدا نامحدوده اما ما محدودیت داریم و نمیبینیم فقط با دهانمون و با لمس کردن با بویایی با چشممون دیدن یا این چیزها میتونیم که درک کنیم میتونیم بفهمیم میتونیم اینا رو درک کنیم اما بیرون از اتاق دنیایی وجود داره حتی این اتاق هم شاملش میشه نه از روحها شکایت میکنین دعا کنین به نام عیسی مسیح او به ما قدرت اخراج دیوها رو داده در خونه بچه هایی دارین که مرتب گریه میکنن شما در خونتون اقتدار دارین از خونتون اون چشم و نظرها رو و این گونه چیزهای چرت و پت رو دور بندازین لطفا این چشم و نظرها و خرافات همه باعث میشه که روحها در خونتون جمع بشن و در خونتون ناآرامی به بار میاره به نام عیسی مسیح خونتون رو تقدیس کنین خونتون رو با پرستش تقدیم خدا بکنین با پرستش به خدا بدین این اون طرف هفته پیش میدونین دائم از خانوادم و از زندگی خودم با شما در میون میذارم یه دختر دارم که 14 سالشه هفته پیش چند هفتهش با هم رفتیم مسافرت گفت اون ایلنه بلن با هم, هم کوتاه کنم میخوام کوتاه کنم بهش گفتم آخه اینجا الان کوتاه نکنیم بریم شهر خودمون بعد بریم اونجا کوتاه کن گفت نه ایلنه بلن با کوتاه کنم بالاخره همینطوری تون تون از خونه اومدیم بیرون برای کوتاه کردن مو یه آشنایی به ما یه کارتی داده بود اونجا رو پیدا کردیم آدرس پیدا کردیم رفتیم ماشین کوتاه کرد موهای بلندش رو کاملا به باد داد وقتی از اونجا برمیگشتیم نگاش کردم دیدم از چشاش قطر قطر اشک داره میاد یه دختر نوجوان یه دختر نوجوان که قلبش شکسته بود بهش گفتم عزیزم چرا گریه میکنی؟ همونطور که ماشینا میروندم دست به سرش کشیدم گفتم چرا ناراحتی گفت ماما ما اونجا با ریخت درستی نرفتیم نگاه کن وضعیتمون مثل ها رفته کم مونده بود از خونه با پیژام در با دمپایی توی خیابون در بریم اونجا مثل الان نیم کیلو آرش روی صورتم نبود این برای اینه که به حضور شما حاضر بشم خیلی خیلی ساده رفتیم گفت مامان فکر کردن که ما فقیریم وقتی اون پشت داشتن حرف میزدن شنیدم به خاطر همین ماما اینطوری کوتاه کردن اینطوری کوتاه کردن مامان خدا به قلب ما نگاه میکنه مردم بیرون همه دنیا به ظاهر ما نگاه میکنن اما خدا الان قلب ما رو داره میبینه قلب تو رو میبینه دوست عزیزم میدونه که دردی که در قلب داری چیه امروز میخواد بهت بگه که بعد دیگری هم وجود داره سکه روی دیگه هم داره ابعادی که تو نمیبینی خدایی که تو نمیبینی من برای تو کار میکنم کافیه که تو قلب تو به من بدی کافیه که از من اطاعت کنی سر خود کاری نکنی. به من اعتماد کن. اعتمادت به من باشه. اطرافت فرشتگان هستن. اونها برای تو در دادگاه می جنگن. من برای تو می جنگم. نیازی نیست تو برای خود بجنگی. چونکه تو رو دوست دارم می جنگم برای... چونکه تو رو دوست دارم. چونکه تو رو در هر حالی دوست دارم. افتادن های تو رو دوست دارم. کاستی های تو رو دوست دارم. با اون حالت که به خیابون زدی رفتی بیرون دوست دارم اون روز به من اینطور گفت خدا گفت ایشیک تو اینطوری دوست دارم با این حالت هم دوستت دارم چی میشه همه ما انسانیم همه ما آدمی زادیم به ظاهر اشخاص اهمیت ندید ایزان فرموش نکنی هر سکه ای طرف دیگه ای هم داره ایزان امروز میخوام براتون از دوم پادشاهان بخونم از کتاب مقدس در دوم پادشاهان باب 6 از آیه 8 اینطور میگه و پادشاه ارام با اسرائیل جنگ می کرد. پادشاه ارام با اسرائیل در جنگ بود و با بندگان خود مشورت کرده گفت در فلانجا اردوی من خواهد بود. گفت اما مرد خدا الیشه چقدر زیباست که اینطور خوانده بشیم مرد خدا مرد خدا الیشه نزد پادشاه اسرائیل فرستاده گفت فکرشو بکنین مرد خدا به پادشاه خبر میفرسته یه پیغام میفرسته با هزار باش که از فلانجا گذار نکنی زیرا که ارامیان به آنجا نزول کردند و پادشاه اسرائیل به مکانی که مرد خدا او را خبر داد وی را از آن انظار نموده فرستاده خود را از آنجا نه یک بار و نه دو بار محافظت کرد و دل پادشاه ارام از این مسترب شد و خادمان خود را خوانده به ایشان گفت آیا مرا خبر نمی کدام یک از ما به طرف پادشاه اسرائیل است یعنی از بین شما کیه که از پشت به من چاقو میزنه کدوم که از شما به وطنتون خیانت میکنید کدوم میگه که از کدوم از شما این نقشاری که میکشیم خبر میدین به اونا فکر میکرد که یه نفر خبر میبره و پادشاه اسرائیل پادشاه اسرائیل میفهمه در حال جنگ بودن یکی از خادمانش آیه دوازده میگه ای آقایم چنین نیست بلکه هیچ کدوم از ما نیستیم آقایم بلکه بلکه الیشه نبی که در اسرائیل است پادشاه اسرائیل ها از سخنانی که در خوابگاه خود میگویی مخبر میسازد از کجا میدونه چون که خدا به او میگه از کجا میفهمه روح القدس میگه ببینید فالگیر نیست به اونا اعتماد نکنین حتی این کارت های تاروت هم نیست کارت هایی که باش بازی میکنن اونا هم نیست این نیست اون نیست منو دوست داره دوست نداره فال چای فال گل هیچ کدوم از اینا نیست اینا رو انجام ندین یه روز یه فالگیر رو اومد به من گفت بیا فال تو بگیرم خیلی قبل قبل از اینکه به خدای ایمان بیارم بهش گفتم من فال تو رو بگیرم چون که از خودشون در میارن یه چیزی میگن اما کسانی هم هستن که از نیروی تاریکی میشنون روح القدس و روح شیطانی شما انتخاب کنید روح القدس انتخاب کنید او به قلب شما فقط به واسطه عیسی مسیح میتونه بیاد روح القدس با شما صحبت میکنه خدا با شما سخن میگه آ خدا چطور با ما صحبت میکنه؟ بله خدا با شما سخن میگه کافیه که شما نزد او برید نه پیش فالگیرها اینجا هم خدا داره با مرد خدا صحبت میکنه و تمام نقشه های دشمن رو نقشه براب میکنه تمام نقشه ها رو میدونم الان کسانی هستن که پای برنامه نشستن و میخواین بعضی از موضوعات براتون باز بشه بعضی از موضوعات رو صاف نمیبینین کامل نمیبینین به همین خاطر نمیتونین که تصمیم بگیرین برای من مینویسید. از خدا بخواین از کس دیگه ای نخواین در سه وقت دیگه این میشه نه منتظر خدا میشم به خدا دعا میکنم در این مورد تصمیم بگیرید و خودتون رو نزد بدین و در عقب خداوند برین عیزان من دوستان عیزم ببینین گوش کنین چقدر زیباست چقدر آیه قشنگه پادشاه ارام گفت بروید و ببینید که او در کجاست تا بفرستم او را بگیرم پس او را خبر دانند که اینک در دوتان است پس سواران و عربه ها و لشکر عظیمی به دنجا فرستاد و ایشان وقت شب آمده شرا نمودند فکرشو بکنین به خاطر یک نفر به خاطر یه نفر پادشاه همه لشکر و اردوشو میفرسته اسپاشو میفرسته عربه میفرسته برای یک مرد خدا تصورشو بکنین شاید شما امروز خاطرتون کم ببینین، پیش میاد مینویسن برای من کسانی که میخوان منو تحقیر کنن، توی فیسبوک حرفای بده مینویسن، میخوان که منو پایین بیارن، کنن جواب نمیدم به خیلیاشون به هیچ کس. به هیچ کس چون که محبت از میون برداشته میشه. ما نمیخوایم که به هیچ کس، به هیچ کس نمیخوایم که دین رو ثابت کنیم چون که مسیحیت اصلا دین نیست. بس کردن، دلشکستن، تحقیر کردن، این قبل چیزها از خدا نیست، از شیطان. اگر چنین خشمی امروز درون شما هست بدونین عزیزان این از خدا نیست خدا محبت در قلب شما بکاره حتی در مقال دشمنتون فکرشو بکنین پادشاه به این بزرگی به خاطر یه شخص اما اون شخص چه شخصیه اون مرد خداست برای مرد خدا شهر آهات میکنه چقدر چیز عالی و بزرگیه در اصل اون نبی به جای اینکه به ترسه بعد مغرور بشه که من اینقدر آدم مهمیم نه آدم مهمی نیستی فقط خدمتگذار خدا هستی از یه چیزی خیلی خوشم میاد چند وقت پیش میدونین هفته پیش با برادرمون حاکم اینجا صحبت کردیم که خدا او رو و خانوادش رو برکت بده واقعا به عنوان مرد خدا اونو صدا میزنم برادرمون حاکم از دیار باکیر اینو میخوام به شما بگم این برادر اینقدر باعث برکت منه برای خودش دعا میکنم برای برادر حاکم اگه در الان میبینین میخوام بدونین نه چند وقت پیش بهش به گفتم من تو رو با چه عنوان معرفی کنم امیدوارم یه روز در خدمت مثل خدمتی که من انجام میدم اینو انجام بدی به من چی گفت میدونین گفت خواهرشیک هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام نه عنوان میخوام نه اسم میخوام نه تیتر میخوام من فقط و فقط خدمتگذار خدا هستم خدمتگذار خدا هستم اینطوری گفت که من خدمتگار خدا هستم فکرشو بکنین وقتی خدمتگذاری کنین از نظر انسان چقدر کار پست و پایینیه نه برای ما و کسانی که در راه خدا گام بزن به عنوان خدمتگذاران نامده بشیم خدمتکار پادشاه بودن چقدر باعث افتخاره واقعا باعث افتخارمونه و این برادرم کسیه که به این درک و به این دانش رسیده تا زمانی که فروتن میشید شما بلند کرده میشید تا زمانی که بلند میشین دقت کنین فروتن باید بشین بزرگترین دانشتون الان اینه که قبول کنین که هیچ هستین نیزون اما اون ما رو رومیان چی میگه؟ اون ما رو زمانی که هیچ بودیم در گناه بودیم محبت کرد و برای ما مرد به چنین خدای بزرگی ایمان داریم هاللویا و چون خادم مرد خدا صبح زود برخواسته بیرون رفت اینک لشکری با سرواران و عرابه ها شهر را احاطه نموده بودند پس پس خادمش وی را گفت آه ای آقایم چه بکنیم تصورشو بکنین صبح بلند میشه میرین تمام اطراف خونتون لشکری بزرگ هستن یا لشکر تانک توفنگ اسلحه و همه لشکر از پشتشان شاید امروز اینطور احساس میکنین همه با شما مخالفن هیچ کس شما رو دوست نداره. هیچ کس با شما متحد نیست. هیچ کس پشت شما نیست. کارها رو که میکنین نمیفهمن. برای قضایی که درست میکنین تشکر نمیکنن. برعکس ناشکری میکنن. برعکس همش انتقاد میکنن. ما رو طبعاً از شما ایراد میگیرن. در محل کارتون همه بر علیه شما هستن. در روستاتون همه به ضد شما اینگار انگار که یه لشکری از دشمن در اطرافتون هستن. اما اگر شما مرد خدا هستید به همین سادگی مرد خدا هستید اون طرف دیگه سکه اگر لشکری به دور شما باشه داوود پادشاه اینطور میگه اگر لشکری به دورم حلق زنم به من نخواهم رسید اگر تنها باشم و یه لشکر دورم باشه الیشا مرد خدا ببینین چی میگه وقتی خادمش که پیشش کار میکرد میاد و بهش میگه که میگه که ای وای لشکر دشمن او گفت ما ترس زیرا آنانی که با مایند از آنانی که با ایشانند بیشترند چه اکسال عملی نشون داد ببینین روی دیگر سکه و الیشا دعا کرده گفت ای خداوند چشمان او را بکشا تا ببیند پس خداوند چشمان خادم را گشود و او دید که اینک کوههای اطراف الیشه از سواران و عرابه های پر است چون که الیشا میگه که همه فرشتگان دور تا دور ما هستند فکر بکنه این لشکر خدا این فراتر از دیده های شماست. آنانی که با مایند از آنانی که با شیطانند خیلی بیشترند ایزان. چون که ما فرزندان خدای زنده هستیم. تو به شماره انسانها نگاه نکن. چند میلیون چه کاری میکنن به دنبال چه چیزی میرن. نگاه نکن عیزم. به دنبال خدا برو. اون وقت خدا هم پشت تو خواهد بود ایزان. خدا هم وقتی که به او ایمان میارین چشمان تو رو باز میکنه چشمان ایمان شما رو باز میکنه و میبینید در اون موقع که فرشتگان های آسمانی تمام نیروهای آسمانی در پشت شما هستن و در خدمت شما هستن مثل یک بادیگارد مثل یک نگهبان مخصوص شخصی شما نه کسانی که خدمت خدا هستن کسانی که مرد و زن خدا هستن نه ترسید, نه ترسید. چون که او با شماست اگر خدا با ماست کیست به ضد ما کیست به ضد ما کی میتونه بر ضد ما باشه هیچ کس هاللویا هاللویا شکر بر خدا ستایش از آن خداست ستایش از آن خداست و چون ایشان نزد وی فرود شدند الیشه نزد خداوند دعا کرده تمنا اینکه این گروه را به کوری مبتلا ساز پس ایشان به موجب کلام الیشه به کوری مبتلا ساز. و الیشه ایشان را گفت راه این نیست شهر این نیست از عقب من بیایید و شما را به کسی که میطلبید خواهم رسانید پس ایشان را به سامره آورد و هنگامی که وارد سامره شدند الیشه گفت ای خداوند چشمان ایشان را بگ تا ببینند پس خداوند چشمان ایشان را گشود و دیدند که اینک در سامره هستند آنگاه پادشاه اسرائیل چون ایشان را دید به گفت ای پدرم آیا بزنم آیا بزنم او گفت مزن اینطور جواب داد آیا کسانی را که به شمشیر و کمان خود اسیر کرده ای خواهی زد نان و آب پیش ایشان بگذار تا بخورند و بنوشند و نزد آقای خود بروند پس زیافتی بزرگ برای ایشان برپا کرد و چون خوردند و نوشیدند ایشان را مرخص کرد که نزد آقای خیش بروند و بعد از آن فوجهای ارام دیگر به زمین اسرائیل نیامدند دوستان عزیزم روی دیگر سکه دشمن به دستشون افتاده بود خیلی راحت میتونستن اونها رو بکشند اما نبی خدا مرد خدا چه میکنه در آخرین لحظه که همه چیز دست اوست به پادشاه نمیگه بله بکش میگه نه غذا بدید به اونا نوشیدنی بدید فکر کنین دشمنانشو اینا عیسی مسیح میگه دشمنانتون رو محبت کنین آیا هست آیا چنین آیه در هر جای دنیا دیگه هست به من نشون بدید در کدوم کتاب دشمنان خودتون رو دوست داشته باشین اگر گرسنه هستن سیرشون کنید اگر تشنه هستن به اونها آب بدین روی دیگر سکه اگر به طرف شما زدن طرف دیگر هم برگردونید این محبت ایسای مسیح دوستان عزیزم برادر چتین ببین امروز همش دارم شما را صدا میزنم اما میخوام که محبت خدا رو امروز در قلبتون احساس کنید شاید تا امروز با عقلتون احساس کردین با عقلتون نمیتونین احساس کنین با عقلتون نمیتونین خدا رو بفهمین اما اتفاق در قلب شما میافته مثل مرد خدا که اینجا میگه چشمانشون رو باز کن چشمانشون رو باز کن روح القدس چشمان شما رو باز کنه بینندگان ما رو همین الان چشمانشون رو باز کن چشمان قلبشون رو باز کن همین الان باز کن چشمان ایمانشون رو فرشتگان رو ببینن قبل از فرشتگان قبل از شفا با روح القدس چشمانشون رو باز کن تو محبت تو رو درک کنن چشمانشون رو باز کن خداوند تا تو رو در قلبشون بخونن چشمانشون رو باز کن تا تو رو به خداوند به قلبشون راه بدن چشمان این مردم رو باز کن چشمانه تمام بینندگان این برنامه رو باز کن به نام ایسای مسیح بتونن روی دیگر سکه رو ببینن همیشه و همیشه با رحمت و محبت رفتار کنن الان یه برادر عیزی داریم که شهادت خیلی زیبایی دارن اینو میخوام با شما در میون بذارم من از ایشون خیلی برکت گرفتم میدونم که شما هم برکت خواهید گرفت برادر آریس خوارشیک. سلام حالا چطور آریس جان خوبم شما چطورین تشکر میکنم تشکر میکنم صدای شما هم خوب میاد خیلی خوشحالم بله من خوبم سه هفته پیش برای من دعا کردید از اون موقع چنان برکتی گرفتم که باور نکردنیه هاللویا شکر بر خدا ممنونم از اینکه اینو با ما در میون گذاشتی برادر آریس واقعا توی زندگیم خیلی چیزها عوض شد و از خیلی جهات شفا دریافت کردم خیلی خیلی ممنونم ازت از خدا تشکر کنیم میدونی میدونی آریس جان کسی که شفا رو میده نه این برنامه است نه خواهر ایشی که هیچ کدوم هیچ کدوم اما خدا استفاده میکنه ما چی هستیم میدونی در دست اون یه مداد هستیم باید. اگر در دست اون نباشیم این مداد هیچ ارزشی نداره هیچ چیزی نمینویسه هیچ کاری نمیکنه خدا رو شکر من اینو میخوام بگم امروز به شما بردر آریس امروز دعا میکردم و خدا به من گفت که روح القدس با من صحبت کرد و اینطوری گفت که گفت شهادت زندگی آریس داستان زندگی آریس گفت اونو همه چیزش گفت از فرق سر تا نوک پا گفت اونو پاک میکنم گفت اون شاهد منه آمی. قدرت اون درست مثل مکاشفه که میه که در مورد شاهد امین صحبت کنه شما خوندین در کلام خدا میگه در مورد شاهد امین و میگه که با خون بره اومدن و امروز الان من اینو میخوام اعلام کنم چون که این اعلام کنم چون این از من نیست بله. چون از خداست اعلام میکنم به واسطه این شهادت چنان درهای برکتی برات باز میشه که اینو امروز خدا به من گفت باور کن آمین. وقتی که با چیزهای دیگه مشغول بودم این در درون من اتفاق افتاد داشتم برای چیز دیگه ای دعا می کردم و خدا اینها رو گفت واقعا امیدوارم کسانی که دارن می بینم و می برکت بگیرن آمین آمین باور میکنم ایمان دارم میخوام از تو بشنویم من... قبل از ایمان به عیسی چطور بودی بله. چطور با عیسی آشنا شدی و زندگی چطور عوض شد قبلش اینو میخوام بگم که تمام کسانی که بیمارن، شفا میخوان، کسانی که در سختیان، در ناراحتیان به شهادت من خوب گوش کنن چون که واقعا 15 سال رو با سختی گذروندم و اگر خوب به این شهادت گوش بدن متوجه میشن که خدا چطور من رو نگه داشت و محافظت کرد. اینو قشنگ میفهمن. آمین. میخوام اول خودم رو معرفی کنم بفرمید. من در پنجم ژانویه 1983 در استانبول بله. به دنیا اومدم همه خانواده ای من در استانبول هستم و از خانواده ای میام که ریشه ارمنی دارن من در مدرسه شاگرد ممتاز بودم و همیشه نمره های عالی میگرفتم نمره هایی که دیگران حتی نصفشو نمیگرفتن من نمره کامل میگرفتم و معلم منو خیلی دوست داشتن ولی بعضی در مدرسه به خاطر موفقیتم با من لج بودن شاگرد اول بودم هر سال شاگرد ممتاز بودم تا اینکه در سال ششم مدرسه تصادف سختی کردم در سال 1996 بله. و سه روز تمام و سه روز تمام نمیتونستم گردنم رو تکون بدم در یه لحظه دنیای من عوض شده بود و همه چیز 180 درجه برگشته بود دکترم آزمایشات لازم رو انجام داد و گفت اگر گردنت چند میلیمتر دیگه میچرخید میشکست و گفت خدا از تو محافظت کرده این اتفاق نیفتاده. بعد از این تصادف زندگی من مثل جهنم شد. بله. یک ضربه خیلی شدید به گردن و نخام وارد شده بود. نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته. ولی میدونستم که کنترل زندگیم رو از دست دادم. با درد و رنج و ترس دست پنجه نرم میکردم. برادر آریس در این در این وسط مداوا میشدین برای اتفاقی که افتاده بود برای این اتفاق بله بله بله. مرتب پیش دکترها بله. می رفتین با این سن جوونی نه البته هنوزم جوون جوان هستین من سن شما رو نمیدونم من 27 سالت. خدا خدا عمر طولانی به شما بده بله گوش میکنیم هفت روز هفت روز هفته 24 ساعته در بحران می میمردم یه احساس پشیمونی محکومیت به سراغ من می اومد بدتر این بود که کابوسا و استرسخا در زمان خواب و بیداری 24 ساعته با من بود بله یک چیز دیگه این که از سر تا پام ماهیچه های بدنم یه دفعه میگرفت و ساعتها همونطور میموندم هرچی میگذشت در خودم فرو میرفتم و انسانها از انسانها فراری شده بودم از زندگی اجتماعی گذشته بودم و چیزی باقی نمونده بود اما بعدا متوجه شدم که این تصادف باعث شده که به خدا نزدیک بشم درسته شیطان باله. با این تصادف حمله بزرگی به من کرده بود موفقیت‌های تحصیلیم رو از دست داده بودم ولی این رو متوجه شدم و گفتم آریس تو قبلا شاید ممتاز بودی ولی از خدا به دور بودی در خودخواهی به دنبال منافع خودم و نزدیکانم بودم تا به خواسته هام برسم و انگار که با همه همه مسابقه داشتم میدویدم زندگیم رو, رو روی موفقیت‌های انسانی بنا کرده بودم امتحانات مختلف مدارس مختلف مدارک مختلف اما با این اتفاق یه چیزی شد اگر از دید مثبت نگاه کنیم خداوند را شناختم و وارد زندگی جاودانی با خدا شدم خدا از بدترین اتفاقات آمین. میتونه نت... نتایج خیلی خوبی به دست بده آمین اما, اما یه د... یه ثانیه یه ثانیه من مجبورم در مورد زمانمون به شما بگم اما زیاد هم عجله نکن یواش یواش بگو اینو میخوام بگم این, این اتفاقات اه... قبل از قبل از این بود که با عیسی مسیح آشنا بشینه، اینا تماما قبل از اینکه خدا رو بشناسی حس کردی که خدا میخواد بله، تو رو به طرف بله، خودش بکشونه بله،, بله بعد از بله، این اتفاق و قبل از ایمان بله، احساس کردم که خدا داره من رو به سمت خودش میکشه. مدت خیلی بله، طولانی بعد از این اتفاق بله، ایمان ندیدم الان 6 ساله که ایمان دارم فرشیک توی خونمون یک انجیل خیلی قدیمی پیدا کردم و شروع کردم به خوندنش این آیات خیلی من رو تحت تاثیر قرار داد ابرانیان 13 5 بل. زندگی شما بری از پول دوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید زیرا خدا فرموده است تو را هرگز وان نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد اول قرنتیان ده سیزده. هیچ آزمایشی بر شما نمی آید که مناسب بشر نباشد و خدا امین است که اجازه نمی دهد بیش از توان خود آزموده شوید بلکه به وقت آزمایش راه گریزی نیست فراهم می سازد تا تا به تحملش را داشته باشید از طرف دیگه تحقیق می کردم که دائما که من چمه مثل دیوونه ها توی این دکتر و اون دکتر بودم دکتر مغز و اعصاب می رفتم و امارای, امارای, می گرفتم و همه مدل مدل داروها به هم میدارم ولی هیچ کدوم اثر نداشت سالها همینطور میگذشت و من یک با. آدم بدبخت خودم رو احساس میکردم دائم روز به روز تصادفم تصادف برمیگشتم و صدای اون اتفاق توی گوشم بود میترسیدم که نکنه عقلم رو از دست بدم مثل یک صفحه خشدار دوباره به عقب برمیگشتم و اون روز و اون خاطره بد رو هیچ طوری نمیتونستم فراموش کنم دیگه در امتحاناتم موفقیت لازم رو نداشتم و نمیتونستم درسم بخونم زندگی برام معنی نداشت احساس نابودی میکردم ترجیح میدادم صدام در نیاد و هر روز از درون آب میشدم و خودم با خودم دشمنتر میشدم خودم رو مقصر حس میکردم اما اجازه نمیدادم کسی ضعفم رو بفهمه و وانمود میکردم که هیچ مشکلی نیست وقتی خانوادم میپرسیدن چطوری میگفتم خوبم دکترها میگفتن بیماری تو خیلی بیماری سختیه و وضعیتت خوب نیست و برای همینم خیلی داروها رو مصرف میکردم ها زدم فیزیوتراپی زیادی رفتم اما هیچ کدومش فایده ای نداشت خرابی که این تصادف وارد زندگی من کرده بود خیلی وسیع بود و بعد از اون باید به خاطر این استرس ها و اثرات بله. اون به دکتر روانپزشک هم مراجعه میکردم اما از طرفی این آیات دائما و دائما از درون به من قدرت تحمل و صبر میداد واقعا اینطوره اینو واقعا دارم از درونم میگم رومیان 8:17 میگه اگر فرزندانیم پس وارثان نیز هستیم یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح زیرا اگر در رنج مسیح شریک باشیم در جلال او نیز شریک خواهیم بود دوم قرنتیان یک پنج تا هفت زیرا همون گونه که از رنج های مسیح به فراوانی نصیب میابیم به همان میزان نیز به واسطه مسیح از دلگرمی فراوان لبریز میشویم. اگر زحمات و سختی ها نصیب ما می شود به خاطر آسودگی و نجات شماست و اگر آسایش در انتظار ماست این هم باید موجب آسودگی خاطر شما باشد یعنی وقتی شما هم مثل ما متحمل رنج و زحمت می شوید صبور و با تحمل باشید امید ما به شما هرگز متزلزل نمی شود. زیرا می دانیم چنانکه در های ما سحیم هستید در آسایش ما نیز سحیم خواهی بود. باز احساس درد می کردم و این بار به دکتر داخلی و جراح رفتم. استخونم شکست. سالها تنگی نفس و آلرژی رو پشت سر گذاشتم. با چنگ و دندون دانشگاه قبول شدم و با, با تمام سختی ها تونستم بورس تحصیلی بگیرم. اما بعد از ایمان به مسیح دیگه موفقیت تحصیلی برای برام اهمیت نداشت بله. چون که روح هم آزاد شده بود و از اسارت آزار شده بودم خیلی سخته که براتون تعریف کنم اما یه احساس غیر قابل توصیفی بعد از تصادف هم داشتم شیطان رو تو اون تصادف شناختم اما خدای پدر خدای پسر و خدای روح القدس رو تا اعماق قلبم شناختم بله پوری اونا بدن و روحم رو پر کرده بود احساس بله. بس نپذیری ناپذیری بود سالها با دارو زندگی کردم و در رخت خواب تو بیماری و سختی بودم زیاد نمیتونستم حرکت کنم و تنها کاری که میتونستم انجام بدم این بود که روی تختم دست باز کنم و به خدا فریاد کنم که این بیماری رو از من برداره و یه روز یه اتفاق عجیبی افتاد وقتی که در رخت خواب بودم هیچ کس خونه نبود و دعا میکردم که یه مرتبه یه صدایی از آسمون شنیدم که میگفت آریس این طرف و اون طرف رو نگاه کردم اما کسی نبود ولی بله خدا با من صحبت کرده بود این اتفاق عظیم و فوق طبیعی دیگه جایی جای برگشتی برام نگذاشت دیگه یک مبشر داغ شده بودم دکتر روانپزشک گفته بود که افسردگی و مشکل من به خاطر بیماری بود در مغز من در قسمت هیپوتالاموس یک زایه بزرگی به خاطر تصادف بود سه روز در بیمارستان خوابیدم چهارده بار با شوک الکتریکی مداوا شدم و من بعد از این مداوا خوب شدم خداوند به من نشون داد که در سختترین روزهای من با من بوده در یعقوب یک دوازده اینطور میگه خوشا به حال آنکه بله. در آزمایش ها استقامت نشان میدهد زیرا چون از بوته آزمایش سر بلند بیرون آید تاج حیاتی را خواهد یافت که خدا به دوستداران خیش وعده فرموده است درست 15 سال از این مص... مشکلات گذشت و هنوز دارو مصرف میکنم ولی خوشحالم چون که ایمان دارم که آسمون جدید و زمین جدید وجود داره و میدونم که حیات جاودان دارم و لباس پارسایی خواهم پوشید مطمئنم که اسمم در دفتر حیات ثبت شده زندگیم رو به زندگی ایوب در کتاب مقدس تشبیه میکنم خدا داد و خدا گرفت چیزی که میخوام بگم اینه که راضیم در این دنیا تا آخر باشم اما در آسمان ایمان دارم که جز اولین ها خواهم بود و با امید به همه توصیه میکنم که از این حیات برخوردار بشن ایمان دارم که صد درصد شفا می گیرم اگرچه هنوز کاملا نگرفتم اما برای من همین کافیه که خدا رو شناختم خیلیارو رو تو مدارس و دانشگاه ها و یا کسانی که خودشون رو آدم های موفقی میدونن اما خدا رو نمیشناسن نمیدونن نامیرایی و حیات جاویدان چیه مجده انجیل چیه؟ کتاب مقدس چیه؟ و ایسای مسیح چیه؟ رستاخیز از مردگان چیه؟ هیچ کدوم از اینا رو نمیدونن حتی خیلی از اونا از خانواده مسیحی و اسمم مسیحی هن. من خیلی خوشحالم که معنی نجات رو میدونم و این فیض رو با هیچ چیزی در این دنیا عوض نمیکنم. ما لازمه که آسمان و زمین جدید رو هدف خودمون بگیریم و از گناهانمون توبه کنیم و ایمان بیاریم که عیسی مسیح خداونده و تلاش کنیم که در مسابقه آسمانی اول بشیم چون که دلیل زندگی ما در این دنیا همینه در آخر میخوام این آیات رو بخونم اول پتروس چهار یک پس چون مسیح در عرصه جسم رنج کشید شما نیز به همین عزم مسلح شوید زیرا آن کس را که در عرصه جسم رنج کشیده دیگر با گناه کاری نیست آیه 13 همین باب میگه که بلکه شاد باشید از اینکه در رنجهای مسیح سهیم میشوید تا به هنگام ظهور جلال او به قایت شادمان گردید ابرانیان 12 هفت سختی ها را به منزله تعدیب تحمل کنید خدا با شما همچون فرزندان رفتار می کند و آیه 11 می هیچ تعدیبی در حین انجام شدن خوشایند نیست اما برای کسانی که به وسیله اون تربیت شدند میوه آرامش و پارسایی به بار میاد این زیباس این آیه ها زیباست. خیلی زیباست. انقدر انقدر واقعا تشکر میکنم کنم برادر جان شما رو به این راحتی ول نمی کنم یکم دیگه میخوام صحبت بله بله کنیم با هم دیگه من. البته ببخشید اگه امکان داشته باشه اینو میخوام بپرسم نه نه. خوشحال میشم باتون با حرف بزنم خیلی خوشحال میشم مرسی مرسی آرس جان واقعا اینو میخوام بگم یه دفعه ما وقتی که خیلی به خودمون اعتماد میکنیم به هر شکلی خدا اجازه میده که پایین بیایم نه لزوما همه شاگرد اولا برای اونا نمیگم اما یه کتابی هست در مورد کسانی که هر کس توی هر بحثی که اول شده تو اونجا نوشته شده من کلا از بحث کردن بدم میاد میدونید بله. توی فیسبوک هم بله خوشتون نمیاد دیدی دیدی نه بعضیا هستن که مرتب حمله میکنن اما من به جای بحث با اون شخص میشینم و برای اون شخص دعا میکنم برای اینکه محبت خدا به قلبش بیاد چون که من ایمان دارم مثل الیشه که گفت آنانی که با مایند بیشتر از هستند که با اونان و تا زمانی که ما طرف خدا هستیم چون که طرف محبت او هستیم خدا به هر کس میتونه که پیروزی بده این کار من نیست پیروزی بر کسی کار من نیست کار من فقط همونطور که شما هم گفتین رسوندن خبر خوشه اما چی میشه خدا منم پایین آورد پایین آورد من هنوز طبق فکر خودم عمل میکردم لج بازی میکردم لج بازی ادامه میدادم اما آخرش چیکار کرد شکست وقتی منو شکست اون موقع وقتی که بله. شکسته شدم در اون وقت وقتی که اجازه داد که بیفتم میتونم بگم اینو در واقع به عنوان یک پدر درونش قوقا بود اما اینقدر ما رو دوست داره که اینقدر ما رو دوست داره که ما رو واقعا برای اینکه به طرف او بازگردیم برای اینکه تربیت بشیم همونطور که گفتیم باید توی یک نظم و انضباطی قرار بگیریم اون تلاش خودش رو میکنه پدر عالیه چند وقت پیش اینو شنیدم انقدر روزهای بدون سلامتی کشیدی انقدر روزهای بیماری گذروندی که از بیماری های گذشتی تقریبا همه بیماری ها رو انگار که داشتی میدونم که متوجه چی دارم میگم بله از بیماری ها خیلی اطلاع دارم میدونی نه؟ بله. اینقدر بله. دکترهای مختلف رفتی به این فکر میکنم که یه نفر وقتی که به بیمارستان میره حتی اگه هیچ چیزیشم نباشه احساس میکنه که مریزه. بله در... وقتی که دکترا یا پرستارا میگن که این لباس مخصوص رو بپوش یا اینکه ماسک بزن چه اتفاقی میافته؟ کنترل چیزی در دست ما نیست وقتی که روی تخت بیمارستان میخوابی اینو کسی نمیتونه درک کنه فقط کسانی که خودشون با چنین وضعیتی مواجه بودن میتونن بفهمن چند وقت پیش من یه عمل شدم 8 ساعت زیر عمل بودم برای یک ساعت رفت بودم. اما 8 ساعت جراحی طول کشید کلی هم خون از دست داده بودم تا ماها انگشتمو نمیتونستم تکون بدم مادرم با کاسه آش مرتبا با دستاش منو تغذیه میکرد یه ما از من مراقبت کرد یعنی اینو میخوام بگم خدا اگه بخواد چنان ما رو فروتن میکنه که زمانی که ما خودمون نخوایم که فروتن بشیم وقتی به خودمون نمیخوایم بشیم بله بعضی از ما مشکل مادی داریم بعضی همون مشکل بیماری داریم سلامتی باور کنین که خیلی چیز مهمیه فقط کافیه که سلامتی داشته باشیم کسانی هستن که میگن و برای من منویسن خواهرشی خواهش میگم که برای شفای من دعا کن چون مریض هستم نمیتونم کار پیدا کنم کسانی هستن که در این وضعیتن اما اینم میخوام بگم در مورد شهادت شما به واسطه این شهادت اگر اعتماد خودتون رو به خدا بدن و خدای واقعی رو صخره واقعی رو مسیح رو به طلبن به خاطر فرزند بودن او اونها هم فرزند خدا بشن خدا چی میگه؟ میگه مگه میشه از من نون بخواین و من به شما سنگی بدم؟ ماهی بخواین و من به شما مار بدم؟ کلام خدا در متا میگه اینو. چقدر این آیات درسته؟ به همین خاطر من در همین حال اینو نوشتم توی دفترم وقتی شما داشتی صحبت میکردی گفتیم مثل یه نوار خراب عین همین توی فکرم دور میزد چقدر انسان ها هستن ممکنه که میلیون ها نفر انسان الان دارن این برنامه رو تماشا میکنن و همش به گذشته چسبیدن مثل یه نوار خراب بله. ممکنه یه مریضی یه اتفاق شاید گناهی که در گذشته انجام دادن یا خیانت از طرف همسرشون یا به همسرشون ممکنه بخشیده ولی هنوز فراموش نکرده آره بله، نمیتونم ببخشم پشیمان هستم بله و نمیتونم مرتب مرتب شکایت کردن مرتب گیر دادن به کسی از گذشته یادم میاد توی خانواده ما هم بود بله یه نفر نمیتونم ببخشم نمیبخشن درست مثل همون نوار خراب خدا اون آدما رو میشکنه میدونین من مرتب صحبت میکنم در این مورد که جدا شدم با بچم تنها مونده بودم در خارج از کشور تک و تنها بودم چقدر وضعیت مالی سختی رو گذروندم از نظر روحی در بود آقا بودم افسرده شده بودم اما خدا از همه اینها استفاده کرد و خدا به من گفت یا اینجا میمونی توی این افسردگی توی ناراحتی هایی که در گذشته هست میخوای اینجا بمونی یا بدی های گذشته اگر میخوای بمون یا اینکه این نوار خراب رو با دستات بشکنش و میگه که خداوندا میخوام آیندم رو زندگی کنم من یه پیغام میدادم چند وقت پیش به یه برادری نوشته بود یک من جدید در صفحه جدید یک صفحه جدید باز میکنم امروز امروز میخوام یه صفحه جدید باز کنم با تو عیسی مسیح میخوام گذشته رو ول کنم از زندگی گذشتم خسته شدم یه شانس دیگه بده دو تا شانس بده به من حتی یه دوستم میگفت که یه بسکتبالیستی بود در آمریکا سالها پیش به کس، یه کسی که میلیون دلار برده بود این بسکتبالیست میگفتن میگفت اه... حتی نزدیکش نمیشد شد برای امضا گرفتن اینقدر این شخص مغرور و متکبر بود اما وقتی بسکتبال بازی میکرد دچار یه شد و این ستون فقراتش یه مشکل پیش میمد اونجا از سر تا به پاش و این شخص دکترهای مختلف میره بیمارستانه مختلف میده و میگن که بعد از این مشکلش همین شخص میگه بعد از این وضعیت میگه که باور کن باور کن این شخص چنان عوض شد میگه که این حال بعد از مریضیش میگن انقدر فروتن شده بود که انقدر شکسته شده بود مهربون شده بود که غرور بله شکست. غرورش شکسته شده بود بله حتی با میلیون ها دلار شروع کرد به انجام کارهای نیک گفت من تا در مرگ رفتم فلت شدم روی تخت بیمارستان خوابیدم و خدا به من فهموند که به چه کسی محتاجم فقط و فقط محتاج او هست عین همین توی زندگی تو هم پیش اومده بگو تو بگو بله خدا حاکمه خدا حاکمه به کتاب ایوب وقتی نگاه می کنیم زندگی ایوب رو ممکنه خیلی ها نخونده باشن ایوب خیلی ثروتمند بله. بود و انسان پارسایی بود اما به بیماری خیلی بد مبتلا شده بود و اسیان هم کرد اما شخصی بود که مطیع خداوند بود و خداوند بعدا دو برابر اون چند بله. ایوب از دست داده بود رو به او برگردوند و او رو برکت داد یعنی اگر ما اطاعت کنیم و در راه خداوند حرکت کنیم و اجازه بدیم تا خدا از ما استفاده کنه و برای اعلام موجه و کلامش بدن و روح و همه اونچه که داریم و تمام قدرتمون رو استفاده کنیم خدا حتما حتما ما رو برکت خواهد داد و هر چی که در این دنیا احتیاج واقعی ما باشه چه سلامتی باشه چه پول باشه و یا نیازهای معنوی ما باشه همه اینها رو به ما میده همه اینها رو خداوند به ما میده اه و اه اینا خود به خود میان خدا اینا رو تمیم میکنه اما همونطور که گفتم خودمون غرورمون رو باید بشکنیم با اطاعت کامل از خدا خدمت او باشیم و باید او رو خدمت کنیم چون خدای ما لایقه او لایق این خدمتش کنیم بله کا کاملا درست میگه این شما چند وقت پیش در چند سال پیش یه گروهی از دوستانم به کوبا رفتن میدونین کوبا با کمونیست اداره میشه بله, بله دولت هفته یه تخم مرغ میده به هر خانواده فقط شنیده هامو دارم میگم این گروه به دیدن کلیسایی رفتن یه گروه از ایمانداران بله. بودن اونجا چند سال پیش و وقتی برگشتن چی میگفتن میدونی بردراریست گفتن اصلا امکان نداره مگه میشه چنین ایمانی چنین شادی در خداوند چنین آتشی چنین محبتی بینشون گفتن چنین چیزی ندیدیم تا حالا میگفتن آیا ما هم باید مثل کوبا همه چیزمون رو از دست بدیم که اینطوری خدا رو دوست داشته باشیم بعضی وقتا وقتی همه چیزمون رو از دست میدیم خدا همه چیز ما میشه وقتی همه چیز رو از دست میدیم خدا همه چیز ما میشه در اصل همه چی رو به دست بله شاید امروز اگه تو اون شاگرد ممتاز بودی اگه تو ریاضی برنده شده بودی کاپ ها اگه گرفته بودی همه میزدن به پشتت و میگفتن به به چه بچه بحش باهوشی تو چه جوان عاقلی هستی امروز اون تیترها اون عناوین و اون اسم ها رو شاید با خودت نداری اما همونطور که بردرمون حاکم گفت خیلی خوشم میاد از این حرف خیلی دوست دارم میگه من از اینکه که خدمتگذار خدا هستم لذت میبرم چون اونو خدمت میکنم لذت میبرم نه؟ نه ببین پولوس خیلی خیلی زیباست خیلی زیباست بله با این بله کلمات من... نمیشه توضیح داد مردم باید این رو بچشن اگه بیننده ها و شنونده هایی هستن که هنوز عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده قبول نکردن لطفاً عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده قبول کنید و بگید که قبول می کنم و در دفتر حیات اسم من ثبته و ایمان دارم که بدن جدید و روح جدید خواهم گرفت ایمان دارم که جان زنده شده و تازه شده رو دریافت خواهم کرد و ایمان دارم که عیسی مسیح برای گناهان من اومد و بر مرگ پیروز شد و روز سوم از مردگان برخواست و دوباره برای داوری به دنیا بر می و این احساس عالیه آزادی عالیه و مزه اون چیز عالی رو اون آزادی رو باید بچشیم لطفا برای اون این دعا کنن لطفا و روح القدس رو بخوان پری روح القدس و عطای روح القدس بند. و خدا به اونها خواهد داد همونطور که شما گفتید کدام پدری هست که از اگر فرزندش نان میخواد به او سنگ بده خدا هم روح القدس رو میده خدا روح القدس رو عطا میکنه بله بله این این پس عیسی مسیح رو به زندگیتون دعوت کنید ازتون میخوام که این این رو بخواید بله آمین این رو بخواید لطفا کسایی که میبینید لطفا این دعا رو بکنید بله این خیلی دعای مهمیه میه وقتی این دعا رو میکنن دوباره متولد میشن بله وقتی این دعا رو میکنین که میپذیرین که عیسی مسیح به خاطر من مرد و میپذیرین که سه روز بعد قیام کرد و میخوام که پدر پدر آسمانی میخوام فرزند تو باشم گناهان منو ببخش اما نباید این رو مثل یه جمله همینطوری تکرار کنن باید این از ته دل گفته بشه به قلبتون باید اونو دعوت بله باید کنین. کنید تولد باشه. تازه باید داشته باشین و برای اونها چه اتفاق میفته طرف دیگر سکه وقتی این دنیا تموم میشه همونطور که امروز هم صحبت کردیم این سکه طرف دیگری هم داره بله. نه؟ دنیای دیگه هم وجود داره کدوم رو انتخاب میکنین؟ بله اون روی سکه مرگ و حیات بله. اجابیدان. بله برای کسانی که به خدا ایمان دارن در این دنیا مرگ است اما روی بله. دیگر سکه نامیرایی و حیات جاویدان هست عیسی مسیح این رو به ما میده ارزه میکنه بله درسته من قبل از اینکه قطع کنیم میخواستم در مورد یه موضوع دیگه هم بگم میخواستم اینو باز کنیم بیشتر که شما گفتی بعد ریسک شما گفتی که خدای پدر گفتین بعد گفتی پسر پسر گفتی و بعد روح القدس گفتی برای گروه القدس گفتی. برای بعضی از بینندگانمون اینو باز میکنی که ما به سه خدا ایمان داریم به دو تا خدا ایمان داریم ممکنه که متوجه ما نمیشن میخوام خواهش کنم اینو باز بله. کنی میخوام توضیح بدم بله من میخوام اینو بهتون بگم من در بیمارستان صورت عیسی مسیح رو هم دیدم یعنی میخوام بگم که صورت عیسی رو دیدم میخوام اینو بهتون شهادت بدم این شهادت قشنگی از زندگی من این رو میخوام اضافه کنم بیننده های عزیز ما به تسلیس ایمان داریم خدای پدر و خدای پسر عیسی مسیح و روح القدس اون مدافعی که برای ما فرستاد عیسی مسیح همونطور که در کلامش میگه این تسلیسه ما به یک خدا ایمان داریم که در سه شخصیت هست ما به تاسیس ایمان داریم و دعا می کنم که خدا براتون این تاسیس رو باز کنه خدای پسر بر دست راست خدای پدر نشسته و دوباره برای داوری به دنیا برمیگرده خدای روح القدس الان همین الان با ماست همین الان با ماست می‌خوام که اینو بدونید و درک کنید موزه موضوع تسلیس موضوعی که درکش سخته اما اگر در مورد این موضوع دعا کنید خدا چشمان روحانی شما رو باز میکنه تا تسلیس رو کاملا درک کنید و من این رو از خداوند میخوام که برای تک تک بیننده ها باز کنه بل. من میخوام هیچ چیز اضافه کنم به صحبت های زیبای شما خیلی تشکر میکنم من در خارج از کشور بودم رفته بودیم به فرانسه به یه کلیسای خیلی بزرگ رفتم کلیسای بزرگی بود دیدم مردم همطور صف ایستادن البته من اون موقع مسیحی نبودم و به عنوان یک توریست رفتم به اونجا برای اینکه عکس بگیرم دیدم مردم توی صف هستن سوال میپرسن و راهب هم اونجا با لباس راهبی و به زبانهای مختلف صحبت میکردن آلمانی انگلیسی فرانسوی و مردم هم سوال میپرسیدن منم قسمت انگلیسی زبان رفتم نوبت به من که رسید گفت چطور میتونم کمکتون کنم راه پرسید این از من من به ایشون گفتم شما به سه خدا اعتقاد دارید به سه خدا به سه خداوند ایمان دارید گفتم خدا یکیه ببین و چند سال قبل از اینکه من به عیسی مسیح ایمان بیارم خیلی سال پیش اونم از من این سال رو پرسید گفت اسمتون چیه گفتم اسم من ایشیکه اونم به من گفتش که من خب شما, شما ایشیک هستین من شما رو میبینم البته گفت ایشیک بعد گفت من شما رو میبینم به عنوان یه چیز مرعی شما رو میرم شما قبول دارین که روحی هم دارین؟ فکر کردم گفتم بله گفت خب صدا هم دارید نه؟ گفتم گفت کدومتون شیک هستین؟ کدومتون؟ روحتون؟ بدنتون؟ یا صداتون؟ یکم فکر کردم گفتم همه گفت خدا هم همینطوره گفت مثل خورشید که حرارت داره نور داره و دیده میشه همونطور که خورشید سه تا نیست حرارت و نور و شکلش همه با هم یکی هستن گفت عیسی مسیح چهره دیدنی خدای پدره همونطور که خورشید رو میبینیم خدا هم پسرش رو به روی زمین فرستاد تا ما چهره خدای نادنی رو ببینیم سالها پیش خدا این کار رو برای ما انجام داد این اتفاق چند سال پیش اتفاق راهب چند سال پیش برام باز کرد و من تشکر کردم و دور شدم و شروع کردم به فکر کردن گفتم واقعا من از روح و بدن و, و صدا تشکیل شدم و همه اینها با هم من رو من میکنه همه با هم من میشم و پیدایش چی مینیسه؟ میگه خدا ما رو مثل خودش آفرید خدا ما رو به شباهت خودش آفرید مثل صورت خودش آفرید ما اصلا اصلا هاشا از ما ما اون نیستیم اما ما هم چون فرزندان او هستیم چهره اونو نشون میدیم نه؟ بله. هللویا. آمین. خواهش من میخوام اینو بگم اگه اشتباه میکنم تصحیح کنید. مرلین مونرو خودکشی کرده. درسته؟ کی؟ مرلین مونرو. آ من شنیدم. نمیدونم. البته اینطور میگن که بله. خودکشی کرده. من میدونم که خودکشی بل. کرده. میخوام یه چیزی بگم به بیننده ها. مرلین مونرو در این دنیا صاحب همه چیز بود. مقام، شهرت، پول، صاحب همه چیز بود ولی خودکشی کرد لطفا شما هم دنبال دنیا نرید و به اون روی سکه فکر کنید و به حیات آسمانی و ماندگار فکر کنید و شریک این دعوت آسمانی بشید و عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خودتون بپسید. آمین آمین من واقعا موافقم با شما خیلی ممنون بردر آریس واقعا خیلی برکت میکنم. گرفتم از شما این برای اینکه این فرصت رو به من دادید آمین هر چقدر تشکر کنم کمه من به شما و تیم شما مدیون هستم و خیلی تشکر می کنم ازتون من تشکر می کنم در سلامتی خدا در آرامی و در محبت او بمانید با امید دیدار مرسی با شما هم تشکر می کنم خواهش میکنم. دوستان عزیزم در میون گذاشتن این چیزها چقدر عالیه خواهرمون ساشا تماس گرفته اونو حتما حتی اگه یک دقیقه هم شده میخوام صحبت بکنم ساشا ساشا صدای منو میشنوی ساشا الو خیلی کم بوده به پایان برنامه اوکی از ساشا اسخایی میکنم از شما هم اما میخوام این آیه رو برای شما بخونم از یوهانا از کتاب یوحنا یکی یکی از آیاتی که من خیلی دوست دارم برای پایان برنامه و با هم دعا خواهیم کرد یوحنا باب دوازده آیه سی و هفت. از آیه سی و اینطور میگه با اینکه عیسی آیاتی چنین بسیار در برابر چشمان آنان به ظهور رسانیده بود به او ایمان نیاوردند بدین سان سخنان اشعای نبی به حقیقت پیوست که گفته بود کیست ای خداوند که پیام ما را باور کرده و کیست که بازی خداوند بر او آشکار شده باشد همان گونه که اشعای نبی خود در جای دیگر بیان کرده آنان نتوانستند ایمان آورند زیرا او چشمان ایشان را کور کرد و دلهایشان را سخت کرده است تا با چشمان خود ننگرند و با دلهای خود در نیابند و باز نگرند تا شفایشان بخشم اشعیا از آن رو این رو بیان کرد که جلال او را دید و درباره او سخن گفت با این همه حتی بسیاری از بزرگان قوم نیز به عیسی ایمان آوردند اما از ترس فریسیان یعنی علمای دین ایمان خود را اقرار نمی کردند مبادا از کنیسه اخراجشان کنند زیرا تحسین مردم را بیش از تحسین خدا دوست می داشتند آنگاه عیسی ندا در داده و گفت هر که به من ایمان آورد به من نه بلکه به فرسنده من ایمان آورده هر که بر من بنگرد بر فرستنده من نگریسته همونطور که بردر آریس گفت هر که به من بنگرد بر فرستنده من نگریسته من چون نوری به جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند اگر کسی سخنان مرا بشنود اما از آن اطاعت نکنند من بر او داوری نمی کنم زیرا نیامدم تا بر جهانیان داوری کنم بلکه تا نجات بخشم اما برای بار دوم بر داوری میاد در آمدن اولش برای داوری نیومد برای نجات اومد برای کسی که مرا رد کنند و سخنان را نپذیرد داوری دیگری هست همان سخنانی که گفتم در روز واپسین او را محکوم خواهد کرد زیرا من از جانب خود سخن نگفتم بلکه پدری که مرا فرستاد به من فرمان داد که چه بگویم و از چه سخن برانم و من میدانم که فرمان او حیات جاویدان است پس آنچه من میگویم درست همان چیزی است که پدر گفته است تا بگویم پدر گفته است تا بگویم من چهره دیدنی پدر آسمانی هستم برای داوری شما نیومدم اما روزی برای داوری میام طرف دیگر سکه روز داوری خواهد رسید طرف دیگر سکه هرکس اون چیزی رو که کاشته همون رو درو خواهد کرد طرف دیگر سکه الان دعا میکنم به نام عیسی مسیح که حلق و دوست در قلب شما تخت خودش رو بذاره به نام عیسی مسیح فرزند پادشاه بشید شفا یابید سلامتی خدا با شما باد شما رو در آغوش میگیرم دوستتون دارم اما خدا شما رو بیشتر دوست داره خدا نگهدار